هویت انسان رو همینطور باید تقسیم بندی کرد، از قسمت جسمانی و طبیعی، بعد قسمت وجدانی که در همه انسان ها هست و رول عقل و تأثیر تربیت و شکل سازی هویت یا ضمیر آگاه و ناخودآگاه و اینکه آیا در کدوم انسان ها یا اکثریت هویت انسان ضمیر ناخودآگاهش حاکمه بر تصمیماتش، یا انسان به درجه از آگاهی رسیده که هویت یا ضمیر آگاه حاکمه بر تصمیماتش. انسانی که آگاه هست مسئولیت تصمیماتش رو میپذیره، انسانی که تحت تأثیر ضمیر ناخودآگاه زندگی میکنه همیشه دیگران رو مسئول تصمیماتش میدونه و از این جهت دیگران رو مسبب بدبختیاش میدونه. انسان هست مخلوق محیطه که همون هویت ذهنی است و ضمیر ناخودآگاه. انسانی هست که خالق محیطه که اسیر هویت آگاه هست و خالقه. و نیاز اکثریت یک سواله که میشه جامعه، برای رسیدن به یه جامعه پر از صلح و سلامت، انسانهایی که قدرتمند هستند باید نیاز اکثریت رو به شکل علمی بررسی بکنند و هویت باورمند انسان رو بررسی کنند، اثر هویت ضمیر ناخودآگاه انسان رو بررسی کنند، نیاز جامعه رو در نظر بگیرن و ارزش‌های باورمندی که به درد جامعه میخوره در جهت رسیدن به هدف که صلح و عدالت هست و انسانیت و دوست داشتن و محبت هست رو باید در نظر بگیرن. برای اینکه ما در تاریخمون افرادی مثل مولانا یا شمس برای مثال، انسانهایی که به درجه خلاق رسیدن کم داریم، همیشه هم همینطور بوده. سیستم جامعه اون قدرت یا قوای حاکمه، اون مجمعی که صاحب قدرت نظام در جامعه هست، وظیفه اونها هست که برای مثال امکاناتی که در جامعه میذارند رو بر اساس علم و عقل تجزیه تحلیل کنه، چه ارزش‌های باورمندی است، چه حق و حقوق انسان هاست. برای مثال قوای حاکمه هست که باید بگه بچه‌هایی به دنیا میان، بزرگ میشن، رشد میکنن، تحت تأثیر مشورت با متخصص ها باید این استعداد بچه ها مشخص بشه و بچه ها در جهتی که استعداد دارن رشد بکنن، تحصیل بکنن و دولت باید این امکانات رو برای این بچه ها مقدور بکنه تا این جامعه روزی به جایی برسه که این بچه ها که شدن رول اجتماعی خودشون رو شکل دادن بر اساس استعدادهایی که از کودکی درشون مشاهده شده و رشد داده شده و متخصصین جامعه شدند، اینها بر اساس باور معقول، بر اساس باوری که 99.99% انسانها اسیرش هستن، همون ضمیر ناخودآگاهی که انسان اسیرش هستن، این حکومت یک جامعه باید این ارزش ها رو تقویت بکنه، استعداد بچه ها رو امکاناتی فراهم کنه که این استعدادها شناخته بشه، تا ما به جامعه‌ای برسیم که این جامعه تشکیل شده از جوانهای متخصص، جوانهای خلاق، جوانهایی که باورهاشون یا اون ضمیر ناخودآگاهشون بر اساس علم و عقل در جهت صلح هست. حالا میخواد باورمندی به خدا باشه، میخواد باورمندی به زندگی بعد از مرگ باشه. اون سیستم انسان‌های عاقل، دانشمند باید این ارزش‌ها رو بررسی بکنه که به جامعه‌ای برسیم بدین گونه، نه اینکه جامعه‌ای داشته باشیم که انسان‌هایی که اسیر ضمیر ناخودآگاه هستند و خودشون باورهایی دارن که اون باورها ضرر داره برای جامعه، اینها صاحب قدرت بشن و اینها ملت رو در جهتی حرکت بدن، در جهتی تأثیر گذاری روی ملت داشته باشن که در حقیقت فقط و فقط منافع یک گروه خاصی رو در بر داره. مثلا بنده برای مثال اگر دین باور هستم، به من بیان قدرت رهبری جامعه رو بدن، شما چه انتظاری دارید؟ آیا میشه منی که دین باور هستم یا منی که
مثل به این کار میگم حرام، به این میگم حلال، به این میگم خیر، به این میگم شر، به این کار میگم این کار شیطانی است، به این میگم این کار مثلا فرشته است. آدمی مثل بنده قدرت داشته باشه و رهبر بشه، آیا من به عنوان رهبر میام اجازه بدم به شماها که باوری دارید که بر اساس باور من رهبر اون شیطانیه، جهنمیه، اون خیریتی درش نیست، اون حرامه؟ آیا من صاحب قدرت رهبر اجازه به شما میدم باور خودتون راحت رو داشته باشید؟ مسلمه نه. مسلمه که میبینید که میان میندازن زندان، شکنجه میدن، اعدام میکنن. چرا؟ برای اینکه کسی به اون مقام رهبری جامعه و نظم در جامعه و قوانین جامعه میرسه که باورهای اون انسان که برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه صاحب قدرت شده. از این جهت بنده عرض میکنم که اکثریت انسان ها اسیر باورن، اسیر ضمیر ناخودآگاه هستن. برای رسیدن به یه جامعه سالم، بچه های خوب، یه خانواده خوب، نیاز هست انسان هایی که به مرحله یقین رسیدند اینها شناخته بشن، بهشون امکانات داده بشه برای خلق کردن، تا خلاقیت این انسان هایی که به یقین رسیدن سبب بالا رفتن آگاهی مردم بشه و به این شکل صاحب جامعه آگاه تری باشیم. جامعه که اکثرا اسیر ضمیر ناخودآگاه و اسیر باورهای ژنتیکی یا تربیتی هستند، این اکثریت رو باید درک کرد، حالتشون رو درک کرد. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که همین الان یا یه سال دیگه یا 10 سال دیگه جامعه داشته باشیم که اکثریت با طبقه آگاهه. این زمان میبره، نیاز به راههایی هست، تصمیماتی هست، روشهایی هست، علمی هست. از این جهت باید طبقه عوام تحت تأثیر امکاناتی که به انسانهایی که یقین دارن به ارزشهای خودشون و این ارزشها تطبیق داره یا هماهنگی داره با علم و دانش و عقل، این انسانها به عنوان مربی امکاناتی داشته باشن که انسانهایی که اکثریت هستن رو تربیت کنن، آگاهیشون رو بالا ببرن تا ما صاحب یک جامعه سالم باشیم.